جشن سده که از گردش زمان تقویمی و تغییر فصول حکایت دارد، در دهمین روز بهمن ماه برابر با روز مهر در گاه شماری زرتشتیان برپا می شود. بنابر باور مردم، جشن سده نشانگر 50 روز و شبی است که از زمان برگزاری این آیین تا جشن نوروز یعنی اعتدال بهاری باقی مانده است. جشن که به نقل از تاریخ دانان و شاعران کهن و نام‌آشنایی چون بیهقی، ابوریحان بیرونی، خیام و فرخی از قرن‌های گذشته در میان مردم برپا می‌گردید، به مضمون کشف آتش در فرهنگ و اساطیر ایرانی باز می‌گردد. فردوسی در شاهنامه این باور را در شعر خود باز می‌تاباند. همان و همین سنگ بشکست و خون فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ شد از فروغ آزرنگ. زرتشتیان ایران یکی از گروه هایی به شمار می آیند که این جشن باستانی را از کهن‌ترین ایام تا کنون حفظ کرده و آن را هر ساله برپا می دارند. زنان و دختران جوان نقش مهم و کلیدی در برپایی این جشن بازی می کنند. آنان غذا و نانهای آیینی چون سیروک را تهیه کرده در حمل آتشدانها بر افروختن چوبهای خوش و قرائت متون مقدس زرتشتی حضوری برجسته دارند. کودکان نیز هم پای بزرگسالان در برپایی این جشن شرکت دارند. زرتشتیان ایران در آیین‌های برپایی این جشن بخش‌هایی از اوستا را قرائت کرده و آتش را به عنوان نماد زندگی، روشنایی، امید و پاکی می‌ستاید. جشن در محلات و شهرهای مختلف زرتشتی نشین ایران چون کرمان، یزد، تهران، اصفهان، شیراز، اهواز، کرج و برخی از روستاهای آنها برگزار می‌گردد. جشن سده در میان زرتشتیان با حضور سایر گروه‌ها چون مسلمانان، مسیحیان و کلیمیان همراه است و آنان در زمان برگزاری این آیین به یکدیگر نزدیکتر می‌گردند و سرودهای مردمی را که نشان دهنده نزدیکی اقوام ایرانی است می‌خوانند. جشن سده یا همان سده در جوامع محلی و روستایی منطقه خراسان در شمال شرقی ایران در میان مسلمانان نیز برگزار می‌گردد و بخشی از میراث روستایی آنان تلقی می‌شود. روستایان این منطقه آتش را هدیه آسمانی برای روشنایی جهان و زندگی انسان می‌شمارند. نوجوانان و جوانان در روستاهایی چون مصعبی، کریمو و پیر حاجات شاخه های خوش را پیش از غروب آفتاب جمع کرده در میدان روستا بر روی هم قرار داده، سپس آنها را برافروخته بر دوران چرخیده و آوازهای محلی می‌خوانند. آنان پس از خاموش شدن آتش در آیینی به نام چاو چاو به درگاه خانه های روستایان می‌روند
و از زنان صاحب خانه خوشک یا همان شیرنی و تنقلات می طلبند. زنان از این نوجوانان و جوانان با سینی شیرنی و شکلات پذیرایی می کنند. کهنسالان بر پایه این جشن را موجب حاصل خیزی محصولات کشاورزی می دانند. تاجیکان همچون قومی آریای تبار گذشته بسا درخشان و پرباری دارند. این سنت ها و ارزش های تاریخی به عنوان تکیگاه و پشتوانه در تمام زمینه های علمی فرهنگی می توانند اثر گذار باشند. فکر خوب بسیار هستند، لیکن همه جمع شود اخیر اگر فرد خیردمند اگر تصور کند به حرکت جرمهای عثمانی مخصوصا به گردش افتاب به تغییریابی اقلیم کوتاه و دراز شدن شب روز و بسته است. جشن سده نیز مثل نوروز و مهرگان یکی از جشنهای با شکوه مردمی آریایی از جمله تاجیکان بوده، از زمانهای قدیم به میراث مانده است. پژوهندگان باستان نگاشتند که پیشینیان جشن سده را با شکوه و شهامت خاصه با همه جزئیاتش برگزار می نمودند. نکته مهم است که جشن سده نه تنها جنبه روایتی و داستانی بلکه جنبه نجومی و گاه شماری نیز دارد. تدقیق و بررسی آن برای خودآگاهی نسلی امروز فردا مساعدت خواهد کرد. آتش جشن سده آتش مهر وطن است. کندرین ملک نخواهد که شبی تار بود. در چنین جشن طرب آری خورشید دیگر گر بتابد ز دل خاک سزاوار بود. خرم است این سده و شاد روان باد که گفت شبی جشن سده را حرمتی بسیار بود.